من احسان میرزایی هستم، اطلاعات بسیار دقیقی از مبانی طب سنتی در اختیارتون قرار خواهم گذاشت، حتما ازش استفاده بکنید، به دیگران هم توصیهش بکنید. ببینید، حتما راجع به قارچ خیلی خواص شنیدید، اینکه به خونسازی بدن کمک میکنه، در تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کننده است، اینکه جایگزین یک پروتئینی میتونه باشه، میتونه پیشگیری بکنه از سرطان پستان و سرطان پروستات و خیلی از خواص دیگه که حتی در کاهش فشار خون هم ذکر شده که میتونه مفید باشه و خیلی از مقالات متعددی وجود داره راجع به قارچ. خب من میخوام امروز یک نگاه کاملا متفاوت و البته متضاد رو بهت نشون بدم از دیدگاه حکمای ما در طب ایرانی که قرون متمادی این ذکر شده و راجع به قارچ نظراتشون رو ارائه کردن. قضاوت دیگه با شما. اولا این که یادتون باشه قارچ غذا نیست، پس جایگزین پروتئین نمیتونه باشه. حکما میفرمایند که قارچ داروی در درجه سوم سرد و تره، داروی در درجه سوم، مثل سیر. برید کلیپ سیر منو ببینید. خب آخه عزیز من، دارو رو که نباید همیشه استفاده کرد. داروی درجه سوم در تمام سلول‌های بدن میتونه اثر بگذاره و فقط در مواقع لزوم باید از داروی درجه سه استفاده کرد. ما برای رفع خیلی از مشکلاتمون حتما باید از غذاها استفاده کنیم. با اصلاح سبک زندگیمون باید مشکلتون حل بکنیم که مفصل توی کلیپ‌های من دیدید. خب حالا می‌خوایم خواص جالب قارچ رو از دیدگاه حکما با هم دیگه بررسی بکنیم. یک، حکما میفرمایند که به جهت اولا که داروی گفتیم فقط در مواقع خاص استفاده میشه. دوم، به شدت نفاخه به جهت اینی که سردی و تری داره، دیر هضمه و هضمش در بدن سخته و بدن سختش هضم کرده. حالا حساب بکنیم بعضی ها با سن بالا میرن از قارچ استفاده میکنن. دیگه مولد خون غلیظ و متعفنه، غلظت خون ایجاد میکنه، خون رو عفن میکنه به اصطلاح، میتونه بدن رو آماده و مستعد بسیاری از عفونت ها بکنه، باعث غلظت خون و کبد چربه. لوبول های کبدی حساس هستن، از پس هضم قارچ به راحتی بر نمیان. زیاده روی و مداومتش، ببینید من نمیخوام بگم که شما اصلا استفاده نکنید، اولا که خب گفتم داروه، داروی درجه 3 رو من و خانواده‌ام هیچ وقت استفاده نمی کنیم و البته به شما هم توصیه میکنم که این داروی درجه 3 رو استفادهش نکنید، سبا کنید با غذا مسائلتون رو حل بکنید و با سبک زندگی. خب حالا میگیم که حالا الان خیلی هم توصیه میشه که دائما قارچ استفاده کنین، قارچ استفاده بکنین. خب توی سبک زندگی ما مصرف زیاد شده دیگه، معمولا ما ها داریم دیگه، تو برخی از خانواده ها داره هفته یه بار، دو بار، سه بار و یا شاید بیشتر داره استفاده میشه. خب مداومتش چه عوارضی ایجاد میکنه؟ حکما میفرمایند یک، مرض فالج، فلج. دو، باعث سکته مغزی میشه. سه، باعث عقیمی و نازاییه. چهار، باعث ایجاد سده های مختلف در بدن میشه، یعنی باعث کبد چرب میشه، باعث مشکلات مفصلی میشه، سده یعنی گرفتگی های متعدد در بدن میشه. حالا یه نکته باسه اونایی که میرن این رو دارن با قول من با گوشت استفادهش میکنن، یعنی قارچ و تخم مرغ و گوشت استفاده میکنن، حکما میفرمایند مصرف قارچ با تخم مرغ و گوشت بسیار بسیار خطرناک است و سده های بسیار جدی در بدن ایجاد میکنه. بازم میخواد برید قارچ استفاده بکنید؟